هادی چوپان گرگ ایرانی مصر اولمپیا را بهتر بشناسید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه. هادی چوپان از 13 سالگی بدنسازی را آغاز کرده و در سالهای اخیر موفق شده به قله‌های جهانی این ورزش دست پیدا کنه. هادی چوپان عضو با سابقه تیم ملی ایرانه و با این تیم افتخار آفرینی‌های بزرگ و چشمگیری داشته. هادی چوپان ساکن شهر شیراز ایرانه و در حال حاضر یک باشگاه بسیار بزرگ، مجهز و مدرن بدنسازی رو در این شهر مدیریت میکنه. هادی چوپان بهترین بدنساز ایران توانست در مسابقات بزرگ مصر اولمپیا در سال 2019 که در آمریکا و چند روز پیش برگزار شد، عنوان سومی رو از آن خودش کنه. این رقابت‌ها بالاترین و معتبرترین رقابت‌های پرورش اندام جهان به حساب میاد. اما اجازه بدید که بیشتر بدونیم. هادی چوپان متولد 4 مهر ماه سال 1366 در سپیدان شیرازه. هادی در سالهای نوجوانی گچکار بوده و کنار دست برادر بزرگترش حسن کار میکرده. برادری که همیشه همانند یک استاد و مشوق هادی بوده و در مسیر بدنسازی او رو کمک میکرده. هادی چوپان از کودکی گوشهاش ضعیف بوده، اما این ضعف هرگز نتونسته مانع رسیدن او به اهداف بزرگش در زندگی بشه. ماشاءالله قاری، ماشاءالله قاریه. جالبه بدانید که هادی چوپان 18 سال به صورت مستمر و پیاپی در رشته بدنسازی فعالیت داشته است. او در این سالها با شکست‌ها و پیروزی‌های بسیاری روبرو شده، اما همیشه به یک اصل در زندگیش اعتقاد داشته و اونم این بوده که هرگز دست از تلاش بر ندار. هادی پرتلاش پس از گذشت 3 از آغاز فعالیت حرفه‌ای خودش تونسته به مقام سوم کشور و همچنین قهرمانی استان فارس دست پیدا کنه. هادی با 100 کیلوگرم وزن و 167 سانتیمتر قامت زنگ خطر را برای حریفان نامدار خود در این رشته به صدا در آورده. او خود را گرگ ایرانی نامیده و اعتقاد داره هرگز در برابر زندگی و مشکلات دیگه من متر به تنم نمیزنم. علاقمندان بدنسازی با کمی جستجوی نام هادی چوپان به زبان انگلیسی جایگاه او را بهتر درک میکنند. هادی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه فضای رسانه‌ای دنیای بدنسازی بوده. مجله معتبر جنریشن آیرن در سال 2017 هادی چوپان رو به عنوان مرد سال بدنسازی جهان معرفی کرد. این مجله همچنین مربی هادی چوپان یعنی آقای هنی رامبود رو هم به عنوان مربی سال بدنسازی جهان معرفی کرده. Thank you.
جالبه بدونید که هادی چوپان در مسابقات دسته سنگین سن مارینو با شایستگی در جایگاه دوم قرار گرفت. رقیب او که در جایگاه اول قرار گرفت 37 کیلوگرم از او سنگین تر و حدود 20 سانتی متر بلندتر بود. در پایان این مسابقات کای گرین یا همون اسطوره دنیای بدنسازی که احتمالاً همتون میشناسید به سراغ هادی چوپان اومد و به او گفت از ناداوری ها نترس. در دنیای حرفه‌ای تا زمانی که چهره محبوب و مشهور شوی این اتفاق میافتد. حق تو جایگاه نخست بود، اما هنوز چهره‌ات برای این جایگاه جوان و تازه است. مغرور نشو و ادامه بده. اما او بالاخره در این مسابقات و با مربیگری هنی رامبو در جایگاه نخست قرار گرفت. در این مسابقات برخی از چهره های شاخص مصر اولمپیا حضور داشتند. او با قهرمانی در این مسابقات جواز حضور در مصر اولمپیای آمریکا را کسب کرد، تا اینکه امسال توانست عنوان سومی رو در مصر اولمپیای سال 2019 از آن خودش بکنه که بسیار ارزشمنده. هادی دو فرزند به نام‌های محمد حافظ و نادیا دارد. وی برعکس بدن عضلانی و درشت خود، قلبی مهربان و خوی آرام دارد. او به شدت عاشق خانواده خود است و آنها را از اصلی ترین دلیل عدم مهاجرتش تا امروز می‌داند. هادی بارها به دلیل عدم صدور روادید از مسابقات بزرگ جا مانده است. هادی میگوید اگر روزی از ایران برود تنها دلیلش همین است. او بسیار منش والایی دارد و در مصاحبه هایش بسیار صادقانه گفتگو می کند و لهجه شیرین شیرازی دارد. عجیب است بدانید که هادی چوپان همچنان قسط وامی را پرداخت می کند که خرج بدنش کرده است، تا بتواند در مسابقات جهانی نماینده شایسته‌ای برای کشورش ایران باشد. ما هم از طرف خودمون برای هادی چوپان آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که روز به روز بتونه این ورزشکار ایرانی پله‌های ترقی رو طی کنه تا به مقام نخست مسابقات بزرگ مصر اولمپیا برسه. همراهان گرامی، لطفاً با رعایت احترام و ادب به یکدیگر شما هم جملاتی را برای هادی چوپان بنویسید. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.